LEJP. هستی؟ الو، سلام دارید؟ بله، صداتو داریم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. من یه دونه عرض کوچیکی داشتم خدمت شما، البته بیشتر یه حالت انتقاده و بفرمایید. چون حالا گفتگوی آزاد لطف کردید گذاشتید، بیشتر میخواستم که دوستانی که در اینجا هستن اونا هم از این مثلا بتونن بهره ببرن. ببینید، من چند سال تو کشورهای مختلف کار کردم، مثل چین، تایلند، ویتنام، ژاپن. شما به یه موضوع اشاره کردید که مثلا گفتید که الان ما چون مثلا میگیم دین نداریم، ما میتونیم هر کاری بکنیم. داشتین این موضوع رو داشتین روش زوم میکردید، بولدش میکردید. گفتم که این درست نیست، مغلطه است. بله، من منظورم این بود که داشتین اینو نقدش میکردید که درست نیستش. دقیقاً یه خبری رسید، هلوهوش فکرم یه ماه پیش بود، که میگفتم بله، یه آقایی بوده از چین اومده در ایران و اومده مثلا یه سری حرکاتی کرده. بعد متاسفانه در بین همین طرفدار همین گروه، همین بین خودمون جمهوری بی خدایان، خیلی طرف اون آقا رو گرفتن. گفتم بله، مثلا اون خانومه حریم شخصی خودش بوده، دوست داشته مثلا با اون آقا بیاد کار بکنه. من میخوام یه چیزی به شما بگم. شما خودتون فکر کنم 18 سال خارج از کشور بودید. شما میدونید که ما برای هر چیزی صنف داریم در خارج از کشور. جایی که صنف این کار رو ندارن ضربه صدمه میخوره. مثلا شما فرض کنید الان اون آقای چینی اومد در ایران، زد اون خانم حامله کرد، کی میخواد مسئولیت بگیره؟ اصلا ایران یک کشور بی مسئولیتی. وقتی که شما دارید طرفداراتون دارن میگن که نمیدونم اون اون خانم لای پای خودش بوده، دوست داشته بره اون کارو بکنه، آقا اومد کرد، درست، حرفت درست، ولی اون آقا اومد زد اونو حامله کرد. کدوم قانون میاد از اون خانم محافظت میکنه؟ کدوم قانون میاد حق اون خانم رو میگیره در ایران؟ کنبه من زمانی که اومدم از ایران ترک تابعیت کنم، $10,000 به دولت ایران پول دادم که اجازه بده من ترک تابعیت ایران رو بکنم. میدونی چرا؟ چون ایران یک کشور بیمسئولیتیه. اون آقای چینی الان اومد این خانم رو حامله کرد، کدوم سیندیکیت میخواد بیاد این از این خانم حفاظت کنه؟ کدوم سیندیکیت میخواد بره یخه اون آقای چینی رو بگیره؟ آقای چینی که اومد این فساد انجام دادی، این خانم مثلا بچه دار شده، الان بیا مثلا تعهد بگیر. این مثلا متاسفانه من در بین همین افرادی هم که در همین جمهوری بی خدایان هستم، من دیدم برخیاشون، ما یه دونه عضوی گروهی هستن که بعضی از همینا هم در همونجا هستن، میومدن نقد میکنن، نه مثلا به شما ربطی نداره، مثلا نمیدونم ما چون مثلا آدمای بی خدایی هستیم باید مثلا موافق چنین چیزی هم باشه. یه خارجی مثلا بیاد هر کاری، الان شما برو در ویتنام برو این کارو بکن، آمریکایی هم باشی میاد پلیس یختو میگیره. من بودم اونجا، شخصی بوده به عنوان آمریکایی بوده به عنوان excessive sexual behavior، این آقا رو براش اتهام زدن، بردن تو دادگاه تایوان. میر چیکار کرد این آقا؟ دو تا دونه فقره داشته، فقط مثلا رفته با یه دو خانوم 16 سال 15 سال رفته رابطه ایجاد کرده. آقا زندان خوابیده هنوز در تایوان، آمریکایی هم بوده. شما فکر کنه برای اونها تاثیر داره مثلا تو آمریکایی باشی؟ شما کارت غیرقانونیه، چون سیندیکیت داره، سیندیکیت میاد یخی اون طرفو میگیره، به زندانیش میکنه، بازداشتش میکنه. مگر لطف میکنی در مورد این موضوع یه دونه صحبتی بکنه؟ اگه من اشتباه میکنم بگه آقا تو داری اشتباه میکنی، تو داری چرت و پرت میگی. اگه طرفداری شما اشتباه میکنم به اونا پس بگید. این لطف کن یه توضیح خب بدید. پس نقدی از من نداری؟ فقط از کسایی که تو گروه بودن داری؟ نقد از من چیه؟ چون اون این افراد از طرفداری شما، خودشون از طرفداری جمهوری به خدایان میدونن، من برای همین دارم به شما میگم که حداقل شاید اینا حرف شما رو قبول کنن. خب ببینید، اولا که حرف من که به خاطر اینکه من دارم میگم که حرف منو نباید قبول کنین. خب من اگه یه حرف میزنم باید ببینین که استدلالم درسته یا نه. هیچ کسی نباید بیاد بگه آها چرا آرمین گفت درسته. خب یعنی هیچ وقت هیچ کسی این کارو نکنه. خب من اتفاقا خیلی دوست دارم که لایو چت ما چه منو تو خیلی از استدلالام بگیره. من خودم با لایو چت و کسایی که طرفدار ما هستن این همه سر اعتقاداتم با هم دعوا میشه. مگه نه چند بار لایو چت علیه من، علیه نظرات من
همه با هم بسیج شدن. یعنی ما یه توی گروهی هستیم که خیلی همون با هم خیلی موضوع هم نظر نیستیم، اتفاقا اینجوری هم باید باشه. خب ممکنه شما یه کسایی تو گروه ما دیدین که یه نظرات داشتن که ممکنه با من موافق باشه، ممکنه مخالف باشه. ما اینجا میخوایم یه گروهی درست بکنیم که همش هی به هم دیگه نقد بکنیم. یعنی ما اصلا اینجا یه گروهی نیست که هممون با هم هم فکر باشیم. خب یکی این، یکی هم این موضوعی که شما میگین من نمیدونم دقیقاً چه جوری در برش صحبت بکنم، چون من جزئیاتش رو نمیدونم. نمیتونم بیام بگم که آها اینجا به این خانم ظلم شد، نه به این خانم ظلم نشد، این شخص چینی کارش درست بود یا نبود، چون من جزئیات این موضوع رو دنبال نکردم. نمیدونم چه جوری بیام بگم که تقصیر کی بود، تقصیر کی نبود. خب یکی این، یکی دیگه هم این بگم که من فکر نمی‌کنم بی خدای منیش این باشه که ما نباید قوانینی داشته باشیم که از حقوق زنا توی یک همچین شرایطی دفاع بکنه. من هیچ وقت فکر نمی‌کنم به همچین نتیجه‌ای بتونیم برسیم. من بازم بگم من جزئیات این موضوع رو اصلاً دنبال نکردم و نمی‌دونم، ولی هیچ دلیلی نیست که یک کسی که خدا ناباور باشه به این اعتقاد نداشته باشه که یک سری قوانینی تو جامعه باید وجود داشته باشه که اگه یک حق یک زنی توی یک همچین روابطی گرفته شده نباید مجازاتی براش وجود نداشته باشه، یا اینکه یک خسارتی یا یک مثلا یعنی تو کشورهای سکولار غیر دینی هم بالاخره یه سری الان قوانینی وجود داره. البته من نمیدونم این آیا این قوانین خوب هستن خوب نیستن، کاربردشون بالا هستن، چون من بذاری من حرفم تمام بشه، چون من یه جامعه شناس هم نیستم. اینم خیلی دنبال نکردم، ممکنه ولی تو کشور سکولار الان قوانینی وجود داره که مثلا یک مرد باید از این خانم مثلا حمایت مالی بکنه. حالا نمیدونم شدتش چقدر باید باشه، کم باشه، زیاد باشه، باشه نباشه، من خودم نمیدونم جزئیاتشو و اختصاصم ندارم به این موضوع، دنبالم نکردم. ولی بی خدایی هیچ وقت به طور قطع معنیش به این ما رو به این نتیجه نمیرسونه که این قوانین نباید باشه. خب بفرمایید شما چی می‌خواستین بگید؟ من می‌خواستم اینو به شما بگم که الان شما موافق هستید، شما این منظور از موافقت اینه که چون در ایران قانونی وجود نداره، خب قانونی وجود نداره که بخواد از اون خانم حمایت کنه. الان ایران اومده مثلا خودش برای خودش رفیه یه دونه قانونی وضع کرده، بله چینی میتونه بدون ویزای کار اینا پاشه بیاد تو ایران هر کاری هم دلش خواست بکنه. خب یه چنین چیزی الان اینا در سبب وصف کردنش هستن. نمونه بارزش هم همین رویدادی که رخ داد نشون دهنده همین حرف منه، صحت حرف منه داره تایید میکنه. ایران هنوز سندیکیتی نداره برای انجام این افراد. شما ببینید که من نمیدونم چجوری بهتون بگم، برای پروستیتوت بودن ما سندیکیت نداریم، من از واژه انگلیسیش استفاده میکنم، ما هیچ سندیکیتی برای پروستیتوت نداریم، برای کورتسانز ما هیچ سندیکیتی نداریم. بلکه مثلا شما برید در تایوان هست، در چین هست، در ویتنام هست، اگر شخصی بیاد کار الیگال انجام بده اون شخص باش برخورد میکنن، آمریکایی باشی ژاپنی باشی اصلا فرقی نمیکنه. ولی چون در ایران نداره، آقایانی که ادعا دارن ما مثلا بی خدا هستیم، روشن فکر هستیم، اینا نباید بیان این چنین چیزی حمایت کنن. اینا مثلا باید برن برخورد بکنن با یه چنین چیزی، باید برن در شبکه‌های اجتماعی. این خانم شما میگین کارشون کار جنسی بوده، یعنی سکس ورکر بودن این خانم؟ من خودم مخالفه، یعنی من به تو اهانت نشه به کسی، من این کارو کار غیر قانونی نمیدونم. من فکر میکنم از کسایی که مثلا کاری سکس ورک که برخی از این خانم‌ها زیر 18 ساله، اول زیر 18 سال که میدونی قانونش چیه، این که اصلا به عنوان سکشوال پریدیتور میره 7-8-10 سال میره زندان. این خانم چند سالشون بود؟ یکی از این خانم‌ها من میدونم که 16 بوده، یکی یا دو تاشون 16 سالشون بود. خب نه آره من اگه حرف شما درست باشه این با این شخص باید مجازات بشه، قبول. دومین چیزش که این بوده که رفته فیلمبرداری کرده بدون درخواست اون خان، بدون تحت نظر بودن اون خان رفته فیلمبرداری کرده. شما برو در تایلند، آره خب معلومه، اگه بخوای انجام بدی فیلمبرداری بکن $1000 جریمه داره، فکر کنم که خودت هم میدونی اینو. نه ببینید اگه حرفایی که شما دارین میزنین درسته بشه، بله این باید به شدت غیر قانونی باشه و باید به شدت هم مجازات بشه. اگه ببینید چون من جزئیات رو دنبال نکردم نمیدونم، ولی اگه چیزی که شما میگین درسته معلومه که باید این به شدت غیر قانونی باشه و این شخص باید به شدت مجازات بشه. قبول همین طرفدارا اینجا میان میگن که مثلا نه ما آدمای روشن فکری هستیم، ما باید مثلا تفکر روشن بودنت به مثلا به این چیزه خودت داری مینازی، میگه من
اگر یه چنین چیزی به شما بدون از یه نفر فیلم داری. گرفتین شما بدون اجازه از یه نفر فیلم سکسی گرفتین، خب این معلومه باید مجازات بشه به نظر من. این شکی درش، من شکی درش ندارم قطعا. معلوم بحث منم همین بود، بحث من همین بود، میخواستم بگم شما با نظر من موافق هستی و دیدم که بله هستی، چون اصلا این چیزی جرمه. بله درست، ولی یه اختیار دیگه هم بدم. سیندیکیت نداریم ما، برای این کار سیندیکیت نداریم. گفتین اینو. آره ما برای این کار سیندیکیت نداریم، چون چنین چیزی در ایران تعریف نشده، سیندیکیت نداره، ولی در خارج از کشور هست چنین چیزی. سیندیکیت یه ترجمه فارسی براش میدین؟ من خودم پیدا کنم. سنف 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 ها. سنف ما سنفی نداریم که ببین مثلا ما داریم الان یه سنفی داریم به نام سیف دانش آموزان توی این ژاپن، یا یه سنفی داریم به نام بازنشستگان، افرادی که صداشون نمیتونه برسه به مقام بالا میرن تو اون سنف، قبل از اینکه برن مثلا توی به پلیس برن شکایت کنن میرن تو اون سنف و 99%. خب شما قبول دارین که ببینید مشکل یه چیزی هم بگم، شما دارین در جمهوری اسلامی حرف میزنین که قانونم داشته باشه، قانونم داشته باشه، کسایی که زورشون برسه میتونن این قانونا رو اجرا نکنن. خب اجرا نکنه درسته، ولی مردمی که خودشونو اینجا میان مثلا میگم ما بی خدا هستیم، ما آدمای با تفکری هستیم، اینا باید خودشون اجرا کنن. اینا چجوری اجرا کنن؟ اینا میتونن در شبکه‌های اجتماعی برن اون شخصو بکوبن. شما قبول دارین یوتیوب اومد اون شخصو بلاک کرد؟ آیه نبابی یوتیوب اومد اون شخصو بلاک کرد، یوتیوب اومد ویدیوهای اون شخصو دیلیت کرد، بلاک کرد، ولی این آقایون نرفتن مثلا اون آقا رو یخه بکنن یا مثلا برن یه سنفی بزنن بر ضد اون آقا، بلکه اومدن خیلی هاشون من خیلی هاشون اومدن پیج ساختن، اومدن گفتن نمیدونم اون خانوما کار خوبی کردن یا اون آقایون کار خوبی کردن، اینا رو خوب بلدن بگن، ولی خب. اونجوری خوب بلد نیستن بگن. من که نمیتونم جلوی که همه رو، من نظر خودم رو دارم به شما میگم. خب یکی این، یکی دیگه من به نظرم، حالا شما قبول دارین که باید یه سری بنیانهایی باشن دفاع از یعنی کسی که یه خانوم یا یک مردی که خودشون بالای مثلا 18، حالا نمیدونم 18 یا 21 جامعه شناسا بگم من نمیدونم، هر کسایی که سنشون کسی که بچه یعنی بالای مثلا فرض کنیم 18 یا 21 سال باشن و خودشون بخوان کارهای جنسی اگه بخوان بکنن، این باید قانونی باشه و باید از یعنی بدرفتاری بهشون جلوگیری بشه، یعنی باید گروه های بنیان های وجود داشته باشه که از حقوق این اشخاص دفاع بشه. شما اینو قبول دارین؟ قطعا 100%. اصلا حرف من همینه. آلی اصلا آلی. حرف خب من درست. همینه درسته. من میگم ایران تا زمانی که سیندیکیت پروستیتیوت کورتسانز نداره حق نداری پاشی بری یه چنین کاری بکنی، و اگر مثلا شخصی اومد خارجی اومد یه چنین حرکتی اومد انجام داد، شما به عنوان حالا خارجی بودنش فرق، حالا خارجی باشه نباشه فرقی نداره، این کار نمیکنه، خارجی بودنش فرق نمیکنه به قول شما، ولی اومد شخصی اومد یه چنین حرکتی انجام داد، باید باید خود بشه باشه. درسته، ولی ببینید من به خاطر این خیلی مهمه که ما داریم من به نظر میرسه که بعضیا دارن اینا رو بهونه میکنن که نژاد ستیزی بکنن ضد چینیا، یعنی ما با مراقبه این اخترم باشه، یعنی این شخص چینی باشه چینی نباشه، یه کسی یه کار جرمی میکنه، حالا چه ایرانی باشه چه آمریکایی باشه چه چینی باشه، ما به طور یک شکل درسته. یعنی یه مقدار من نگرانم که به خاطر اینکه مثلا جمهوری اسلامی داره از دولت چین استفاده میکنه به خاطر اینکه مثلا خودش رو قدرت نگه داره، ما باید مراقب باشیم که نژاد سیتی ضد چینی توی براندازا یه موقع رواج پیدا نکنه. خب مشکلمون با دولت چینه نه با مردم چین، یا اینکه به طور شخصی هم با یک کس چینی که یک کس جرمی کرده با اون شخص مشکل داریم، نه همه چینی ها، با هر شخص، مهم نیست که نژادشون و کشورشون چی باشه. درسته؟ درسته. صداتون یه ذره رفته ای چا شما قبول نم دقیقا اوکی باشه باشه خیلی خب، چون صداتونم تایی چایی شد من برم دوباره اگه نظر دیگه نداریم برم نه من نمیتونم برم سراغ نفر بعدی. نه نه ولی خیلی خوب بود، ممنون که اومدین گفتی، من که استفاده کردم از نظراتشون. دست شما متشکرم فعلا. خب